مهمترین عناوین خبری هفته. لغو مالیات کربن مصرف کنندگان در آلبرتا. تغییرات قوانین مربوط به پوشش دانش آموزان در تورنتو. افزایش نرخ اشتغال مهاجران تازه وارد در کانادا. منع استعمال ماریجوانا برای خدمه پرواز در کانادا. درخواست از دولت کانادا برای تعویق تغییرات در قوانین پناهجویان. تعطیلی بازار کسب و کار در کلگری در اعتراض به افزایش مالیات. فینال مسابقات بسکتبال و بلیط‌های سرسام‌آور. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر، ممنون میشم تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید. مرور این هفته را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با لغو مالیات بر کربن مصرف کنندگان در آلبرتا. به گزارش AMG و به نقل از CBC، مالیات بر کربن مصرف کنندگان در استان آلبرتا به دستور نخست وزیر این استان آقای جیسون کنی رسما ملغا شد. این مالیات که از ابتدای ماه ژانویه سال 2017 توسط دولت NDP آغاز شده بود، هفته گذشته به دستور دولت استانی قطع شد. دولت فدرال نیز اعلام کرد که به زودی این مالیات را با مالیات بر کربن دولت فدرال جایگزین خواهد کرد. آقای کنی با حذف این مالیات توانست در انتخابات ماه آوریل در این استان پیروز شود. وی در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده بود این مالیات کمکی به کاهش تأثیرات گلخانه‌ای نداشته و تنها جیب خانواده ها را خالی می کند. تغییرات قوانین مربوط به پوشش دانش آموزان در تورنتو. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، از پاییز سال تحصیلی 2019-2020 دستورالعمل جدید پوشش دانش آموزان در محدوده منطقه تحصیلی تورنتو لازم الاجرا خواهد شد. این دستورالعمل جدید که بر فردیت و هویت شخصی دانش آموزان تاکید می کند، در این حال که اختیارات و آزادی عمل بیشتری در انتخاب نوع پوشش به آنها می دهد، بر لزوم احترام به گروه های اقلیتی، رنگین پوستان، افراد تراجنسیتی و دانش آموزان با معلولیت جسمی تاکید می کند. این دستورالعمل همچنین دانش آموزان را از پوشیدن هر آنچه تبعیض‌آمیز و اسلام هراسانه باشد منع می کند. افزایش نرخ اشتغال مهاجران تازه وارد به کانادا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، با وجود اینکه دولت کانادا در سالهای اخیر مهاجران بیشتری را پذیرفته، درصد مهاجرین تازه وارد که جذب بازار کار شده اند رو به افزایش بوده است و در سال گذشته به 71%، یعنی بیشترین حد خود از سال 2006 رسیده است. طبق آمار، مهاجرینی که از 5 سال گذشته تا کنون وارد کانادا شده اند، به واسطه تلاش دولت برای ایجاد اشتغال در صنایع بزرگ توانستند جذب این شرکت ها شوند. دولت کانادا در تلاش است در سال 2020 341,000 نفر و در سال 2021 350,000 نفر مهاجر را وارد این کشور کند. این در حالی است که گمانه‌زنی ها درباره مسائل مربوط به مهاجران کانادا دوباره سر گرفته شده و این موضوع میتواند به یکی از مسائل مهم و کلیدی در مناظرات انتخاباتی دولت فدرال در ماه اکتبر تبدیل شود. قوانین منع استعمال ماریجوانا برای خدمه پرواز در کانادا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، از این پس خطوط هوایی کانادا و خدمه پرواز آنها حق مصرف ماریجوانا را تا 28 روز پیش از پرواز نخواهند داشت. طبق دستورالعملی که سازمان حمل و نقل کانادا در وبسایت خود منتشر کرده، هیچ یک از افرادی که در این پست ها مشغول به کارند نباید تحت تاثیر ماریجوانا یا هر ماده مخدر دیگری کار کنند. دولت کانادا استعمال ماریجوانا را از اکتبر سال 2018 در این کشور قانونی کرد. از زمان قانونی شدن ماریجوانا، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولت دستورالعمل‌های متفاوتی برای کارکنانشان در این باره وضع کردند. اما خبری داریم در ارتباط با درخواست از دولت کانادا برای تعلیق ایجاد تغییرات در قوانین پناهندگی. به گزارش AMG و به نقل از CBC، دولت کانادا در صدد است از پذیرش درخواست پناهندگی کسانی که پیشتر در یکی از کشورهای بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و ایالات متحده درخواست پناهندگی دادند اجتناب کند.
به دنبال تصویب نهایی این قانون، کمیته‌ای متشکل از اعضای مجلس از دولت خواستند برای محافظت از پناهندگانی که هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برند و در شرایطی آسیب‌پذیر قرار دارند، اجرایی شدن این قانون را دست کم تا یک سال دیگر به تعویق بیاندازد. دولت کانادا که ممانعت از ورود غیرقانونی مهاجران به خاک این کشور را دلیل اصلی تصویب این قانون بیان کرده، تأکید کرده است که ایالات متحده که پایبند کنوانسیون بین‌المللی حقوق پناهجویان است و در زمینه حقوق بشر نیز تاریخچه روشنی دارد، کشوری امن برای این مهاجران محسوب می‌شود. تعطیلی بازار کسب و کار در کلگری در اعتراض به افزایش مالیات ها. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، مجادله بر سر افزایش مالیات بر دارایی در کلگری شدت یافته و زمینه ساز مشکلات بسیاری برای صاحبان کسب و کار در این شهر شده است. به دنبال بالا گرفتن این منازعات، کمپین جدیدی اخیراً از سوی این افراد با عنوان متاسفم کلگری تعطیل است، از هفته گذشته با هدف اعتراض به افزایش سرسام‌آور این فعالیت‌ها در فضای مجازی آغاز شده است. به گفته یکی از اعضای شورای شهر کلگری، این شورا از وضعیت اقتصادی و شرایط دشوار پیش آمده بر شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های کوچک، آگاه است و قرار است روز دوشنبه 10 ژوئن جلسه اضطراری برای بررسی این موضوع تشکیل شود. و در پایان خبری داریم در ارتباط با فینال NBA و بلیت‌های سرسام‌آور. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، مسابقه نهایی NBA که روز دوشنبه در تورنتو برگزار خواهد شد، علاوه بر حضور رپترز برای نخستین بار در فینال این مسابقات، در زمینه قیمت فروش بلیت نیز تاریخ ساز شده است. طرفداران بسکتبال که ماه گذشته موفق به خرید بلیت این بازی ها نشدند، می توانند با پرداخت مبالغ هنگفت از سایت های سیت گیک و ستاپ هاب بلیت تهیه کنند. متوسط قیمت یک بلیت برای گیم 5 $6,000 امریکا برآورد شده که معادل هزینه یک سال تحصیلی در برخی کالج‌ها و دانشگاه‌های کانادا و نیز متوسط اجاره یک آپارتمان یک خوابه در تورنتو برای مدت 6 ماه است. بالاترین قیمت بلیت متعلق به صندلی‌های ردیف جلو و کنار زمین درست مقابل صندلی بازیکنان است که به قیمت $248,000 کانادا، یعنی معادل 20% داون پیمنت یک خانه $1,000,000 در کانادا می باشد. لازم به ذکر است که بیشتر این صندلی‌های گران قیمت تنها به صورت زوج فروخته می شوند که قیمت آنها را تا 2 برابر نیز افزایش خواهد داد. This was a dominant performance by the Raptors. I'm proud of them. Raptors in 5. Let's go, baby! این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا کانادا هفته دیگر، خدا نگهدار.